با شرکت محبوبترین و مشهورترین ستارگانم و با همکاری گروهی ممتاز از مردمان شجاع و سرسخت جنوب، سینمای ایران راهی تازه و افقی جدید به سوی ماجرا و هیجان باز می‌کند. یک کشتی به گل نشسته با کوششی بی‌پایان به روی آب می‌آید. کشتی که مردمان آن را نحس و نامیمون می‌پندارند، ولی آنان که این کشتی را سوق دهنده خیش به دیار خوشبختی ها و سعادت می دانند بران نام نوح می نهند. گرچه این میگساری نشان شادی آنان برای پیمودن آبها بود، ولی در ساحل مردمان بسیاری از جدایی آنان ناخشنود بودند. به همین خاطر بهترین امیدهای خیش را بدرقه راه آنان ساختند. بادبانها افراشته شد و سفری آغاز گردید به سوی دیارهای دور، دیار آرزوها و دیار ماجراها با کشتی نو. او از هیچ خطری نهراسید، نه در توفان سهمگین دریا، نه در هنگامه رعد و تندر و خشونت طبیعت، چه میدانست بعدهای شیرین سرنوشت در انتظار اوست. لیلا، میدونیم من وقت زیادی ندارم، نمیتونم اینجا بمونم. کشتی ما به زودی از اینجا میری، زودتر تصمیم بگیر. جوان، آخه من نمیدونم چه جوابی به تو بدم. شما با کشتی نوح به دورترین جزایر خلیج فارس سفر میکنید و با مردمی عجیب و با آداب و رسومی عجیبتر آشنا میشوید. من سالهای زیادی است که سعی میکنم منطقه صید مروارید خلیج رو به تصرف شخصی خودم در بیارم. شما همراه این قدباسان ماهر به اعماق دریاها می روید و ناظر تلاش پیگیرانان برای صید مروارید خواهید شد. گوهری گرانبها که روزی زینت بخش زیبارویان است و روزی عامل کینه‌جویی ها و جدال مردان. تو این کشتی توطئه‌ای در کاره، یه دست نامرئی می خواد آشوب بپا کنه. و جدال و چینه های آنان مرزی نمی شناسد. جرفنای آبهای گرم و خطرناک خلیج فارس و عرشه و گوشه به گوشه کشتی خودشان صحنه جدال و ستیز آنان است. با کشتی نوح سرنوشت آدمیان بسیاری پیوسته بود. سرنوشت این زن که از زندگی جز تلخ کامی و غم چیزی نصیب نیافته بود. سرنوشت این نوجوان که در زیر فشار وجدان خرد شده بود و شرف و غرور خیش را از دست رفته می‌پنداشت. خدای آسمان‌ها، خدای دریاها، من طاقت این ننگ را ندارم. تو به من قدرت بده، به من نیروی بیشتری بده تا بتونم این مرد بی‌شرم از بین ببرم. یعنی چی جاسم؟ تو بر علیه من؟ دیگه از این به بعد تو این کشتی دستور نمیدی. سرنوشت این مرد که ساخته شده بود تا با سختی ها، دسیسه ها، توطئه ها و بدنامی ها نبرد کند و دفتر زندگیش از ماجراهای رنگارنگ پر باشد. کشتی نور. لیلا، بی تو زندگی برای من جهنمه. حالا فکر میکنم به اون چی که آرزو داشتم رسیدم. لیلا، به من نگاه کن، به عبدالله نگاه کن. لیلا، خارج از مرزهای شناخته شده فیلم های فارسی، ولی با شرکت محبوبترین و مشهورترین ستارگانان، سینمای ایران راهی تازه و افقی جدید به سوی ماجرا و هیجان باز میکند. کشتی نوح، سیری در سرشت آدمیان و نظری به عشقها، آرزوها و دوستیهایشان به صورت رویدادی بزرگ. تجه افتخارآمیز گروه سینماهای متحد تهران. کشتی نوح به کارگردانی خسرو پرویزی و با هنرنمایی ایروش، ایرن، فرشید فرزان، عزیز اصلی، اکبر هاشمی، اسدالله یکتا، مرسی، نریمان و با معرفی فریبرز ساره. جوزه، بیشتر از این ناراحتشون نکن، از راه رسیدن خسته هستن. خوب کمی هم از دوستانمون پذیرایی بشه، بهشون میوه های گرم و آبدار تعرف کن. چطوره؟ کشتی نو.
داستانی پیچیده در حادثه و ماجرا و هیجان و رویدادی شگرف و بی‌همانند برای آنکه خاطره فراموش نشدنی زندگی شما باشد. فیلمی با شکوه و پرخرج با رنگ زیبای ایستن کالر. کشتی نور به کارگردانی خسرو پرویزی، محصول گروه سینماهای متحد تهران. زیبا شوخ زیبا منم از عشقت در مست و شیر. جناب صادق و امثال او می گذرد. جریان زندگی هرگز به خاطر صادق یا امثال صادق قطع نمی شود. سبز میدان ادامه دارد. بیکارهای میدان محمد پلیس را دور دیگر را می تراشند. خودت هم مثل من خوشحالی نیست؟ آخه خیلی اجاره زیاد بود.
نمیتونست بده. چرا چیزی به من نگفت؟ حالا دیگه میشه بهت گفت. در این مدت خیلی شکسته شد. سرور چه خبر؟ بی خبر نیستم. خیابونا رو نگاه کن. درست 6 ماهه که این خیابونا رو ندیدی. مادر. پسرم. برای اومدی. اما خیلی رنج بردی. اهمیت نداره مادر. اما عمر منم تموم شد. میدونم که خیلی رنج بردی. اما خوشحالم که بالاخره روسفید شدی و فهمیدی که پسرت دوست نبوده. خدا لعنت کنه اون رئیستون رو که خودش پولها رو دزدید و شما تو حچب. درسته. حالا بره بکنی. بگید ببینم سرور در چه حاله. روزی یک خط به دیوار کشیدم. امروز آخرین خط کشیده شد. هر کدوم از این خط اگه یه روزی خواستی بدونی که در این مدت مادر چند دفعه مرد و زنده شد، این خط ها رو بشه. میدونم که خیلی رنج بردی، اما خوشحالم که بالاخره روسفید شدی و فهمیدی که پسرت دوست نبوده. خدا لعنت کنه اون رئیستون رو که خودش پولها رو دزدید و شما رو تو حچل انداخت. درسته. حالا داره با پولهایی که دزدیده عیاشی میکنه. بس دیگه. دیگه درباره این پیش آمد صحبت نکنیم. از خودمون حرف بزنیم. بگید ببینم سرور در چه حاله. چی شده؟ مریضه؟ نه، میدونی هنوز از قرار من تعقیب و آزادی تو خبر نداره. من همین امروز خبرش میکنم. خواهش میکنم، برای اینکه خیلی دلم براش تنگ شده. خب دیگه من میرم. لابد شما هم خیلی حرف دارید که باید به هم بزنید. خدا حافظ. خدا. Nadone stand in vigo.
مرسی. چطور؟ شنیدیم آهنگایی که با غمها و شادیهای مردم وطنمون آمیخته شده. چقدر خوب حرف میزنید و شما چقدر خوب گوش میدید. خب، آنتراژ تموم شد. ولی بحث ما هنوز تموم نشده. اجازه میدید که بعدها این بحث رو دنبال کنیم؟ دنبال کنیم.
لحظه ای از غم. هوای گرما منم بلولو من بلولو هر دومون بلولیم شیرین دی بلولو شیرین قر کرد یارم بیا شیرین خال لب یارم بلولو تو هم بلولو هر دومون بلولی شیرین دی بلولو شیرین قر کرد یارو بیا شیرین خال لب یارو گفتمش یه بوید بده گفت برو مشتی منم بلالو تو هم بلالو مردمون بلالیم شیرین دی بلالو شیرین قر کرد یارو بیا شیرین خال لب یارو داره اینا همه حرف من از بلالو تو هم بلالو مردمون بلالیم شیرین ای دی بلالو شیرین قرارو بیا شیرین خال لب یارو دختر دستمو گرفت توی مدبخ دمش یه بوشید بده گفت برو بدبخت منم بلالو تو هم بلالو هر دومون بلالیم شیرین ای دی بلالو شیرین قر کرد یارو بیا شیرین خال لب یارو بزن سرور. نمیدونم چی بگم، به انتظار اون ساعتی هستم که قرار همدیگر رو ببینیم. تو این انتظار احتیاج پیدا میکنم با تو حرف بزنم، خیلی حرف بزنم. اما همین که تو رو میبینم همه یه حرفا رو فراموش. منم همینطور، با این حال مثل این که در همین سکوت هم ما خیلی با هم صحبت کردیم. اگه چشمای ما با هم حرف نمیزنن من نگاه از زبان مطمئن تره. حب با تو صادق. با پدر مادرت صحبت کردی؟ هنوز نه، ولی هم تو فردا با اونا صحبت خواهم کرد. گرچه اونا پیش خودشون منو شوهر دادن. مگه کسی رو در نظر گرفتن؟ آره، دو نفر هستن که خیلی مورد توجه پدر و مادرم هست. خب حالا چی کار میخوای بکنی؟ آخه شماها باید خوشبختی منو بخواید. من با کسی که اصلا دوستش ندارم زندگی کنم. تو خیال میکنی اگر با این پسره شارلاتان که عقلت رو دزدیده ازدواج کنی خوشبخت میشی؟ چرا توهین میکنی مادر؟ برای اینکه این پسره تو رو دوست نداره، بلکه عاشق ثروت توی. من که چیزی ندارم. بالاخره که ارث ما به تو میرسه.
ما دو نفر حاضریم به شماها نوشته بدیم که از پول و ثروت شماها صرف نظر بکنیم. اصلا من نمیفهمم تو چرا نمیخوای یکی از این دو نفری که ما در نظر گرفتیم انتخاب کنیم. چیز عجیبیه. آخه من باید شوهر بکنم یا شماها؟ من چون کسی رو که دوست ندارم یه اوگه همین جمعیت خان چرا که دوستش ندارم؟ این بساره قرطی؟ اون مثل زنها به صورتش صبحاب میماله. نه خیر، اصلا این پسره بی پدر و مادر فکرش دزدیده. شما حق ندارید که او توهین کنید. خفه شو دختره پر رو. عبا سلام. سلام جمشید جون، حالت چطوره؟ تنکیو تنکیو. شما ها چطوری؟ خوبی؟ مرسی، خواهش میکنم بفرمایید. تنکیو ویری مچ. هلو سوسو. سلام آقا. ایفا، مثل اینکه سوسی با من قطع شده. من همه یه راندوه هم صرف نظر کردم به خاطر سوسو. با ماموچو قرار پوکر داشتیم نرفتم. ناراحت نشی، دختر من یه کمی خجالتیه. یادم میاد وقتی به خواستگاری مادرش رفته بودم اینن مثل حالای دخترش خجالت میکشی. آفاس این جمعی اتفاقا امون جان سخیب هم دایی جون سلطگر هم میگفتن که دخترها در این سندتان خجالتی میشن. امون جان سخیب هم عقیده داشتن که چی فرمودی؟ جمشید خان؟ من برم؟ تو برو خیلی پر من میرم یون بری من میرم دم برم، دیم برم خیلی خوب، من میرم دایی برم، رم برم. الو، بله، 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 لای برم ریم برم، دیم دیریم رم برم، لیم دیریم جون کنیم، من کنیم، جنگ کنیم، جون کنیم، وین کنیم. صندوق شرکت امیریان. میخواستم با آقای صادق روشن صحبت کنم. ای روشن، با شما کار دارم. الو توی؟ گوش کن صادق، لازمه همین امروز تو رو ببینم. تا بعد از ظهر دیر نمیشه؟ نه. ببین، پس میریم اطراف شهر، هم گردش میکنیم هم حرفامونو میزنیم. آره اینطور بهتر. خدا. Thank you.
میدونی که هیچ آهنگی رو اینقدر با روح نمی کنی؟ آخه این آهنگ رو خیلی دوست دارم، برای اینکه اگه یادت باشه آهنگ رو اولین روز آشناییمون با هم شنید. درسته، چون هر وقت این آهنگ رو می خونی من تمام مراحلی رو که شما طی کرده به یاد میارم. صادق، این آهنگ پایه و اساس عشق ماست. هر وقت و هر کجا که این آهنگ رو خوندم بدون که با تمام وجودم تو رو دوست دارم. مقاومت کرد. اصولاً این یه قاعده کلیه. معاشرت پسر و دختر همیشه آزاده مگه وقتی که به مرحله عشق برسه. سرور، تو میتونی به پدر و مادرت اطمینان بدی که ما چطوری زندگیمون رو با عشق پر میکنیم؟ من بارها به تو گفتم که تو رو دوست دارم و تا به آخر مقاومت خواهم کرد. به این حرف اعتقاد داری؟ آره. پس حالا بخند. بریم بگردیم. از این فرصتی که پیش اومده باید خوب استفاده کرد. تو پدر سوخته، چرا کم اینجا میای؟ او حرف نزن، لابد میخوای بازم دو بیه، لابد میخوای بگی خیلی کار داشتی. مادر جون احمد اومده بهش قهوه بده. خب چه تصاده، خیلی شنگولی. یه آدم عاشق دیدیم همشون ناراحت و کر بودن، تو اولین عاشق خوشحال هستی. خب وقتی آدم به عشقش امیدوار بود شرس بگیره و خودشون ناراحت نشون. خب احمد خان راه گم کردی. حالا اگر بگم زیاد کار داشتم میترسم با صادق مسخرم کنه. بفرمایید. صادق میتونی جلوی احمد حرف بزنی؟ او بهترین دوست منه. پس گوش کن، منو خیلی محدود کردم، بنابراین مشکلی که دیگه اینجا بیام. به نظر من باید تصمیم قطعی رو بگیری. گوش کن دقیق، تو فکراتو بکن، اون وقت فردا ساعت 4 بعد از ظهر بیا منزل پریوش با هم صحبت کنیم. خیلی خوب، اگرم تو فردا اتفاق تازه افتاد میتونی به وسیله احمد به من خبر بدی. بله خانم، هر وقت هر کاری داشتید میتونید به این شماره به من تلفن بکنید. مرسی. پس فردا ساعت 4 بعد از ظهر منتظر تو هستم. خیلی خوب. خدا حافظ. خدا حافظ. باشه. آقای رئیس، فرمودید نامه دیروزی رو رد کنم؟ بله، همین امروز ردش کنم. بفرمایید، من خودم هستم. بله بله، بفرمایید.
چرا انقدر ناراحتی؟ بچه که نیست. خب لابد اتفاقی براش افتاده. میخوای آدرس بده من برم منزلشون ببینم چی شده. پس گفتید اولین باریست که دیر کرده. بله، هر وقت با من قرار داشت سر موقع میرسید. پس من میرم منزلش. اگر منزلش هم نباشه، اون وقت ممکنه خدای نکرده اتفاقی براش افتاده باشه. سلام خانم، اجازه میفرمایید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. اما صادق نیست، ظهرم نیومده، خیلی دلم شورده. منم برای همین موضوع خدمتتون رسیدم. اتفاقی افتاده؟ هنوز که من خبری ازش ندارم. با سرور خانومم وعده داشته و نرفته. نکنه برای بچه‌م اتفاقی افتاده باشه. پس من میرم دنبالش، شاید بتونم پیداش کنم. دستم به دامنتون، اگر خبری شد به منم اطلاع بدید. بسیار خوب، خداحافظ. ساده بیداری؟ به چه فکر میکردی؟ به زندگی که گذشت، به زندگی که در پیشه. پسرم برو کمی گردش کن، 6 ماهی که خیابونها رو ندیدی. اتفاقا با احمدم قرار دارم. خب توالت خوبه؟ آره، بد نیست. برو پسرم. پس من میرم. خداحافظ. خداحافظ.
پس چرا تو تاریکی؟ حالت چطوره؟ مادر خودتو به خاطر من ناراحت نکن، من دیگه رفتنی هستم، بهتره به فکر خودت باشی. نگو مادر. نه مادر، مادر این حرف رو نزن، من به جز تو کسی رو ندارم، تو باید خوب بشی. اگه شده به پسترین کارات هم بدم، دوا و غذای تو رو تهیه میکنم. فردا تمام شهر رو زیر پا میذارم تا کار تهیه کنم. نه آقای روشن، شما دیگه سابقه دار شدم آقای رئیس. بالاخره شما 6 ماه زندانی بودید، از اون گذشته پست شما رو کس دیگری اشغال کرده. معذرت میخوام آقای روشن. ببخشید. خیابون اکباتان نمره 40. بسیار خوب، اگر احتیاج پیدا شد خبرتون میکنید. مرسی. بیشتر نمیشه؟ معذرت میخوام. خواهش میکنم. خیلی خوب، بدین. مرسی. برای من دوا تهیه کردی؟ اما مثل اینکه دیگه دیر شده. نه دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست، برای اینکه من اینطور میخوام. استراحت کن. من که همیشه در حال استراحتم. من از تو پرستاری میکنم، دو مرتبه تو رو زنده میکنم. بخواب، استراحت کن.
سلام صادق. توی احمد. سلام. مادرت خوابی؟ آره. حالش چطوری؟ هیچ خوب نیست. خب تو چه خبر داری؟ خبری ندارم. سرور رو دیدی؟ چی شد احمد؟ هر وقت از سرور صحبت کردم تو سرتو پایین انداختی. مگه چی شده؟ گوش کن صادق، من میدونم تو سرور رو دوست داشتید، به همین جهت تا به حال به سوالات تو راجع به سرور جوابی نمیدادم، اما بالاخره باید حقیقت رو گفت. سرور ازدواج کرده. چی میگی؟ دیگه چاره نداشت، پدر و مادرش در فشار گذاشته بودندش، مجبور شد این کار رو بکنه. صادق، خواهش میکنم ناراحت نشو، قسم میخورم که هنوز هم تو رو دوست داری. چرا نمیزنی صادق؟ احمد، معذرت میخوام، خواهش میکنم منو تنها بذار. میدونم که احتیاج داری تنها باشی، پس من میرم. خداحافظ. خداحافظ. زندگی چیست؟ شکست در عشق، مرگ مادر، بیکاری از هم پاشیدگی و بالاخره رنج فراوان. نه صادق، این زندگی نشد. این معنی اگر از همه جا شکست خوردی، اقلن از مرگ مادرت جلوگیری کن. مادرم، مادرم، مایوس نشو صادق، به زندگی پشت نکن، روبروی او بیست، خودت رو به در و دیوار بکوب تا پول پیگه کنی، تا عشق تازهی بخری، تا مادرت رو از مرگ نجات بدی. ما شما کار دارید؟ چه آدمیه؟ یه آدم وسط قدیه. اسمشو نگو؟ من هستم آقای رام. این نامه رو به پست بنداز. خب آقای روشن، فرمایشی داشتید؟ میخواستم با شما صحبت کنم. بفرمایید. گوشم با شماست، بفرمایید. آقای رامین، شما بدون توجه به زندگی کارمندای زیر دستتون ده کاری زدین. زندگی ما از هم پاشید، اما شما با پول دزدی صاحب این خونه و زندگی. خیلی تون میری. به خاطر این بالاخره مقصودتون رو فهمیدم. نه خیر آقا، من دارالعجزه باز نکردم. برید آقا. کجا برم؟ من چه میدونم؟ برید گدایی کنید. توهین نکنید آقا. مگه این تقاضایی که از من کردید گدایی نیست؟ آخه مادرم داره میمیره. به درک که میمیره، به من چه مربوطه؟ این شرف دوست گم شدی بونه بیشتر. آقا
مادر. 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 عف بزن. بلند شو مادر. حرف بزن. ببین من برای دوای تو پول تهیه کردم. جواب بده مادر. آخه من به خاطر تو آدم کشتم. ببین من دروغ نمیگم. نگاه کن. نگاه کن کشتم. دزدیدم به خاطر اینکه تو زنده بمونی. حالا منو تنها نگذار. حرف بزن مادر. مادر. سپلش گاید و زن زاید و مهمان برسد. احمد کی فکر میکرد که ممکنه یک پیش آمد کوچک زندگی آدم رو اینطور زیر و رو کنه؟ آدم اگر امیدوار نباشه لای چرخهای زندگی خورد میشه. من امیدوار بودم و خورد شدم. 6 ماه زندانیم کردم، مایوس نشدم. زندگیم از هم پاشیده شد، امیدم از دست ندادم، نشدم. اما مرگ مادر رو دیدم. نه دیگه این خیلی سخته. نمیگم سخت نیست، اما میخوام بگم تو تنها نیستی. هر کسی یه بدبختی داره. روزنامه ها رو نخوندی راجب رئیس سابقه چی نوشتن؟ بیچاره تازه از چنگ پلیس فرار کرده بود. پول پله ای هم به جیب زده بود. دیگه میخواست با خیال راحت خوش باشه. اون وقت یه نفر از خدا بیخبر پیدا شد و او رو کشت. این بدبختی نیست؟ کی او رو کشت؟ والا نمیدونم. تا حالا فقط از نوکرش بازپرسی کردن. خب من دیگه میرم. خداحافظ. چی شده؟ چرا به این زودی؟ بعد تو رو میبینم. خداحافظ. ساده. عزل و جنایت دستگیری قاتل اطلاعات. اطلاعات. عزل و جنایت دستگیری قاتل اطلاعات. کیهان و اطلاعات. عزل و جنایت همینطور با لباس باید سروست درست کن برای اینکه دیر میشه. کجا؟ اگر بگم باور مالا چرا به فکر دعوت از من افتاده؟ هیچی، این بهانه ایه برای اینکه 7-8 نفر از رفقای تحصیلی سابق دور هم جمع بشن. از من حوصله ندارم. آخه چرا؟ از اینکه اینطور در رو به روی خودت بستی چه استفاده میکنی؟ بیا بریم کمی زندگیت رو تغییر بده. بیا، من از تو خواهش میکنم. خیلی خوب. بیا.
ببخشید. من وقتی این آهنگ ها رو میشنوم یک پلیزیری به من دست میده. یک پلیزیری چلوز بیمزه. خیلی خوش اومدید، اما چرا انقدر دیر کردید؟ خب بیایید با زن من آشنا بشید. این زن من آقای صادق روشن. بریم کمی مشروب بخوریم. بفرمایید. خواهش میکنم. جشن خوبیه، اما وجود بعضی اشخاص ناباب آدم ناراحت میکنه. کیا رو میگی؟ اصلا مردم پر رو شدن، همینطور بدون دعوت سرشونه میندازن پایین میاد. هلو سلام جشنی جو، حالت چطوره؟ باز بگمی چه همچی میکنی؟ بنشین. اصلا وجود جمشید که یک وقتی خواستگار سرور بوده اینجا زیادیه. نگاه کنید، ایرج خانه بگید بیاد اینجا. دم تا میتونه باید خوش بگذرونه. نشستن و غم خوردن کار آدم عاقل نیست. آخه زندگی هم باید این اجازه رو به آدم بده. آدم باید خودش زندگی رو موافق کنه. ببخشید آقای پزشکی. ببخشید. چرا امشب اینجا اومدی؟ نمیدونستم که با خانم ایرج پزشکی روبرو میشم، بلا نمیومدم. خواهش میکنم، پشیمونم، از تو خجالت میکشم، اما مجبور بودم. آه ببخشید. من جمشید. منم شهین. هلو شهین. هلو جیجی. میدونی جونی، من تا به حال در عالم خیال سه بار به امریکا، بار به فرانسه مسافرت کردم و آب رودخانه سن رو قرقره کردم. اتفاقا منم تا به حال سه بار به کتلخاکی و پنج بار هم به ست ملک خاتون مسافرت کردم. مقدار زیادی هم از آب قنات مقصود بک قرقره کردم. این سوسیته و این مناظر سانتیمانتال منو اتوفه کرده. آخه من یه عاشق دلسوخته ای هستم. آره دیدم بوی کباب میاد. اوه این مجلس هیچ انترسان نیست. با وجود اینکه من از رقص سامبا، رافبا و کچبا دیپلم دارم، دو چرخ سواریم خیلی خوب بردم، این مجلس منو کلافه کرد. چطوری لیوان آب سرد میل بفرمایید؟ آب سرد برای چی؟ برای اینکه عیب داری. هیچ نمیفهمم کجای من عیب داره؟ کسافه؟ خواستم زندگی پر عشق و پر محبتی بسازم. تو هم من امیدوار کرده بودی. یادت میگفتی صادق من تو رو دوست دارم و تا به آخر مقاومت میکنم؟ پس چطور شد که همه این آرزو هم؟ تو خیال میکنی که من به این زرق و برق دل بستم؟ نه صادق، تو اشتباه میکنی. زندگی وقتی خوبه که دل آدم خوش باشه. صادق زیاده روی نکن. امشب شب خوبیه، باید غمها و قصه ها رو فراموش کرد و خوش بود. امشب شب گله‌گذاری نیست. نگاه کن، نگاه کن، همه جا نورانی شده، همه میخندن، همه خوش هستن. شادی و خوشی از در و دیوار میباره، پس باید خوش بود. صادق خواهش میکنم. سلامتی تو سرور. راست میگم. خانم ها، آیا امشب یکی از شبهای خوش زندگی ماست. همه ما برای بهتر شدن این زندگی تلاش میکنیم. خب در این تلاش زندگی عده‌ای موفق میشن و عده دیگه متاسفانه زندگیشون رو میبازن. به هر حال در چنین شبهایی ما فرصت داریم خودمون رو کنار بگذاریم و خیال کنیم که زندگی
اجازه شما قصه ای رو که خیلی دوست دارم براتون میخونم. گوش کن، تو یک دردی داری که از همه پنهون میکنی، اما به من بگو، شاید بتونم بهت کمک کنم. آخه من دوست تو هستم. شب خوبی بود، همه میرقصیدن، میخندی، پا میکوبیدن، هم خوش بودی، نیست؟ اما مثل اینکه یه آهنگ قشنگی هم خونده شد. راسته چی خون؟ یادت نیست؟ خیلی دوست دارم. یه جایی دیگه هم شنیده بودم.
اما مثل این که امشب آخرین شبی بود که شنیدم. صادق احمد، من مستم نیست؟ فنده داره که من مستم. خب من میخوام بخوابم. خدا در میخواب سهند و هر روز آخرین دینار پول فعله ها به جیب این آقای مارگی میرود، اما راستی زبان چرب و نر میدارد. سو کریم الله برادر، مفتم قاطی کوتی ملکوتی گوش کن برادر، به خدا یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها بر جن زند، یار بد بر جن زند، بر ریشه ایمون زند. بزرگ بار خدا یا دلم چنون سیر است، خدا که محرم ما به زیر کفتیر است. دماشو کن برادر، هنه نوبت اغرب هاست، نگه کن نیش اغرب نظره کین است، اقتضای طبیعتش این است. اینا رو شاعر گفته، بستم برادر نیش و دوم این با دوم آن پی بستم، بر نوح نبی سلام کردم و رفتم. اینا را اغربا رو نگاه کن برادر، ای زنم برا دادشت سیفینه تو چرا سیاهی، سیاه ها مثل تو نبینم الهی، زرد و زرشتی غرغر جام، سفید و مشکی غرغر جان، داداشت سفیده تو چرا سیاوی، دو تا جبون مرد میخوام امروز چراغ من رو روشن. ماشینوار راه خانه را طی میکند، اما نه هنوز کاملا از زندگی جدا نشده. Thank you.
چی شده صادق؟ بگو. من حاضرم بمونم. حاضرم به خاطر تو زندگیم رو فدا. سرور. سرور، من آدم کشتم. دستم به قیچی خورد. یه مرتبه متوجه شدم که سرور، باور کن که من فقط از خودم دفاع می کردم. باور کن که من هیچ قصد... طرف تو هیچ شک ندارم. میدونم که الان رنج میبری، خیلی هم رنج میبری، اما تعجب میکنم که چطور تا به حال خودتو معرفی نکردی. آخه قتل غیر عمد مجازاتش کمتره. خودتو معرفی؟ نه، بهتره تو به زندگیت برسی. به من فکر نکن صادق. من از اون شب جشن حس کردم که دیگه نمیتونم به اون زندگی ادامه بدم. ما از هم جدا شدیم. جدا شدیم؟ بله، برای همین موضوع هم پیش تو اومده بودم. نه، تو نباید این کارو میکردی. چرا صادق؟ من دیگه بیشتر از این نمیتونستم خودم رو گول بزنم. از شوهرم هیچ گله ای نداشتم، برای اینکه کوشش میکرد همه چیز برام فراهم کنه. اما با این حال حس میکردم که زندگی من خالیه. قبول کن صادق، زندگی بیش همیشه خالیه. پس این فداکاری رو به خاطر من کردی؟ سرور، تو چقدر خوبی، من از تو خجالت میکشم. این فداکاری نیست، این نشونه اینه که عشق ما هنوز محکم و پابرجاست. امیدوار باش صادق، من منتظر تو خواهم شد. افسوس، چقدر دیر شده. نه، دیر نیست. برای عشق هیچ وقت دیر نیست. تو حالا میری خونه و حرفای من فکر میکنی. فردا بازم تو رو میبینم. سرور، وعده به فردا. چند ماه پیش شما از شرکت آذرخش تقاضای شغلی کرده بودید. تقاضای شما قبول شده. اومدم. با این من فکر کردی؟ فکر کردم. نه تو. خب رفت. این قرآن رو همیشه با خودت داشته باش، تو رو حفظ میکنه. مرسی. من فکر میکنیم فردا بازم تو رو نیبیم. سرور، بعده به فردا. چند ماه پیش شما از شرکت آذرخش تقاضای شغلی کرده بودید. تقاضای شما قبول شده. اومدم. با این من فکر کردی؟ فکر کردم. نه تو. خب رفت.
قرآن رو همیشه با خودت داشته باش، تو رو حفظ میکنه. قرار نبود چیزی را از من پنهان کنی. چی گفتی؟ راست میگی. پس چرا زودتر به من ندیدم؟ میگم که تو خوشحال نیستی؟ من همیشه خوشحالم. نه چی چی؟ لبره؟ نه بچه. بچه؟ بابا علی، بابا علی زود باشی داره جمع کن بیگه گفتن. به منه باشد خیالش با یه لبخند من نشاهد تو بند دل بند من هم جلوه آمال من هم بخت و حل من رویای هستی آهم بر رخساره آیای بیداره واقعای هستی کله قمر وزیر پیدا شد. سلام علیکم. سلام علیکم. پس تو کار زندگی نداری؟ چرا اینجا نشستی؟ پاش برو سر کاره. من میدونم خانده جون. چه میدونم یعنی چی؟ چی بگم؟ محرم بودیم از اتاق بیرونمون کردم. بچم سالمه. چیزی نیست، خوب بشه. براتون نسخه میپیچم. چرا درست باید نمیشی حرف بزنی؟ آخه کمرم درد میکنه، نمیتونم درست سر پا وایسم. کمرم درد میکنه. کمرت خوب شد؟ سلام عرض میکنم. سلام علیکم آقای دکتر. دکتر نفرمودین چی بود؟ مهم نیست، خانم ناراحتی داخلی دارن. با همین زودی خوب میشن، مطمئن باشید. پس خطری که متوجه بچه نیست. بچه؟ خانم حامله نیستن. حامله نیست؟ ببخشید. خانم یه خورده اشتباه کردن. ناراحتی های دیگه ای داره. ناراحتی های دیگه؟ دکتر بالاخره حالش بهتر میشه یا؟ خون مینویسم میدم بابا علی بگیری. مرمت کن زیاد. خدا حافظ. خدا حافظ.
لالایی نخون، لالایی بی لالایی. چرا؟ یه بچه بچه‌ای تو کار نیست. چطور؟ تو از کجا فهمیدی؟ الان دکتر گفت. راست میگی؟ ها بیچاره خانم. آره چه آرزوها داشت. با قسمت نمیشه جنگ کرد. اینم قسمتشه که بچه دار نشه. عوضش قسمت ما شد. چی قسمت ما شد؟ اونجا رو ببین. بگی؟ برو بگی جونت. چنگلوه؟ چنگلو چی گفشو؟ خدا با بدن. اگه بازم خدا نگیرد انشالله میمونه. خدا چطور میشد اگه به خانومم میدادی؟ نه خودمونی میخوام. اینطور نیست؟ بله این موام هم تو آسیاب سفید نکردم. اینطور نیست؟ بعد تو هم که نمیخوام. درسته؟ بله درسته. جوونی تو داری مفت و مسلم به باد میدی. هیچ فکر نمی کنی اگه نتونی از خودت یه وجودی به یادگار بذاری، اگه نتونی در زنده بودنت از لبخند لذت ببری، زندگی چه فایده‌ای داره؟ بگو دیگه چه فایده‌ای داره ها؟ خان دایی من در اصل با شما مخالفتی ندارم. پس چی؟ ولی برای من مشکلی که بعد از چند سال زندگی زن دیگه‌ای بگیرم. آخ هیچ کاری تو دنیا مشکل نیست. فقط یه جو، فقط یه جو اراده لازم داره. اراده چلو چند سال از عمرت میگذره، هنوز نمیتونی تصمیم بگیری. اونم تصمیمی که تو رو از این نداشتن یه بچه خوشگل و قشنگ نجات بده. تو الان اجاقت کوره. به من بگو چند سال باش کردی؟ چند سال؟ چه میتونم؟ 6 سال. خب دیدی؟ تا بود میخوای 30 سال دیگه هم صبر کنی بعد زن بگیری ها؟ جانم از این دست اون دست نتیجه‌ای نمیگیری. چرا عمرت تلف میکنی؟ خاندایی من که ممکنه بعد از چند سال زندگی خدا رو خوش نمیاد. آخه این زل بیوجدانیه. آخ نمیدونم چی بذارم. دیوونه میشم. نمیتونم تصمیم بگیرم. حالا بیبری میرون. حاضر شدی بریم دکتر؟ بله خانم بریم. برای چی؟ هرچی فکر میکنم میبینم حق با جمشیده. آخه زن باید بچه دار بشه. من الان درست مثل درخت خشک و بیخاصیتی هستم. خاله جو قصه نخوری. اینقدر دکتر خوب توی شهر زیاده. چیزی رو که خدا نخواد از بندش کاری ساخته. هیچ دردی بیدوانی جمشید خان هرچ باشه بگم بیشتر.